ایران و ایرانی برای آینده روشن خود امیدی دارد. پاسخ مصیبت‌ها و تباهی‌های ایران کنونی در امیدی است که این مقاومت منادی آن است. سه، ما در ایران آزاد شده فردا از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم. خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکم علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت. این خواسته ها و این اصول آب حیات تشنگی مردم ایران و خواسته هایی است که نیاز مبرم ایران و ایرانی است، چرا که جلادان حاکم استمرار حاکمیت خود را با نقض حقوق بشر ملت ایران و با برپا کردن چوبه های دار تامین می کنند. جلادانی که در این 34 سال بدون اعدام و شکنجه و دست و پا بریدن امکان ادامه حکومتشان را نداشتند. جلادانی که درست در روز اعلام نتایج شعبده انتخاباتشان بر سر مجاهدان این سرزمین موشک می‌بارند. جلادانی که ناچارند شکاف‌های درونی نظامشان را نیز با افزایش فضای ارعاب و سرکوب بیشتر ببندند. همچنان که شاهدیم که به دنبال شکست مفتضحانه خامنه‌ای در نمایش انتخاباتیش اعدام‌های وحشیانه آغاز شد. 4 نفر از جمله یک زن در زندان شهر کرد به اتهام مواد مخدر اعدام شدند. روز اول تیر نیز سرکرده قضایی خامنه‌ای آخوند صادق لاریجانی بر ضرورت اعدام و بکارگیری روش‌های سرکوبگرانه تأکید کرد. البته ممکنه مثلا فقهای وجود دارن که میگن تا کسی کشته نشده مثلا ممکنه میگن حکم اعدام نداره، ولی ما نمیتونیم همه فتاوا رو با هم جمع کنیم، مخصوصا احتیاط در جایی است که یه خلاف احتیاط دیگری نشه. امنیت کشور یه مسئله مهم است، امنیت روانی جامعه خیلی مهمه. بله، جلادان حاکم هیچگاه نمیتوانند نیاز نظام پوسیده خود به کشتار را بپوشانند. من فکر میکنم کسانی که در درون کشورگاهی مسئله قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با اینها رو زیر سوال میبرن، بهشون عرض میکنم اشتباه میکنه شما. و در امتداد این موج اعدام، جانیان حاکم ماشین دست و پا بریشان را نیز به کار میاندازن. چنان که روز دوم تیر دادستان عمومی و انقلاب شیراز اعلام کرد که حکم قطع دست 6 نفر در این شهر صادر شده است. اما مردم ایران خوب میدانند که اولین کسانی که باید به دست عدالت سپرده شوند خود سران همین رژیم و اعوان و انصار غارتگرشان هستند و همچنین می دانند که به کارگیری این روش های سرکوبگرانه در حق جوانان محروم و مردم زیر خط فقر تنها به خاطر حفظ حکومت ننگین ولایت فقیه است. از این روست که مردم پس از اعدام 4 تن در شهر کرد به این جنایت اعتراض کردند و بیش از 50 نفر از نزدیکان فرد اعدام شده در خیابان‌های مهدیه شهر کرد گرد آمدند و علیه این جنایت‌ها خروشیدند. آری، اکنون همه مردم ایران می‌دانند که این اعدام‌ها که در ملأ عام صورت می‌گیرد به خاطر ارعاب مردم و جلوگیری از قیام‌ها علیه این نظام است. از این روست که باز هم باید گفت برترین نیاز مردم محو رژیم ضد بشری حاکم و محو همون شریعت آخوندی است. پس باز به سخن و امید ایران و ایرانی برگردیم، همون که نیاز مبرم و آب حیات و نان شب مردم ایران است، آزادی و عدالت. سه، ما در ایران آزاد شده فردا
از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمی علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.